سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. ربایش خانواده رید یکی از معدود موارد ربایشیه که هم مدرک فیزیکی از خودش به جا گذاشته و هم طبق مقیاس والی درجه 4 یا برخورد نزدیک از نوع 4 شناخته شده. این مورد ربایش دارای لایه‌ها و اسرار بسیاریه که حتی به سازمان ملل هم راه یافته. این مورد همچنین یکی از معدود مواردیه که توجه مراجع قانونی رو هم به خودش جلب کرده و بنابراین اسناد رسمی از اون به جا مونده. مستندات وجود حجم بسیار زیادی از تابش هسته‌ای و همچنین وجود میادین مغناطیسی بسیار قوی رو نشون دادن. افراد درگیر این ماجرا یک مادر و مادر بزرگ به همراه 2 به نامهای توماس و متیو بودن. ماجرا از اونجا شروع شد که در سالهای دهه 1960 در شفیلد ماساچوست توماس 6 و برادر جوانترش با پدیده‌هایی مواجه شدن که زندگی اونها رو تغییر داد. به علت سن پایین اونها این اتفاقات تأثیر بزرگی بر روی اونها داشت تا اونجا که باعث تغییرات اساسی در باورهای اونها و غیر عادی خواندن اونها توسط دیگران شد. هر دوی اونها خاطراتی از برخورد با موجودات غیر انسانی، برده شدن اونها به شیء دایره‌ای و لکه‌دار که تصویر یک درخت بید در اون نمایش داده شد رو به یاد دارن. در عصر یک روز پاییزی در ماساچوست، بعد از یک سری تششعات و برق زدنها، ناگهان فلاش و نوری در اتاق خواب این 2 ظاهر شد. این نور توماس رو در بر گرفت و متیو رو وادار به صحبت کردن غیر ارادی کرد. بعد از چند لحظه آرامشی عجیب، فلجی غیر ارادی مادر و مادر بزرگ رو که در اتاق کناری بودن، قدرت هر گونه تکلم و حرکت رو از اونها گرفت. متیو به اتاق مادرش دوید، اما او رو در حالتی ناتوان از پاسخ و حرکت دید. هنگامی که مادر هوشیاری خودش رو به طور تقریبی به دست آورد، به سمت اتاق متیو دوید. اما پس از شنیده شدن صدای فریادی و کوبیده شدن در، متیو دیگه کنار تخت خوابش نبود. مادر پس از اون سوار بر اسب در مزرعه 32 به جستجوی 2 پرداخت و پس از جستجوی بسیار اونها رو در حالی که در فاصله 5 هم ایستاده بودن و به طرز عجیبی به همدیگه نگاه میکردن و میلرزیدن پیدا کرد. از وضعیت اونها معلوم بود که شوک بزرگی به اونها وارد شده. از اون پس در خانه اونها اتفاقات دیگه‌ای هم افتاد. در یک مورد درب بطری فلزی واکنش عجیبی به انگشتان متیو نشون میداد. همه اینها به همراه اتفاقات دیگه‌ای که در سال 1969 میلادی برای اونها رخ داد، اونها را مجبور به ترک محل زندگی و تجارت خودشون کرد. روزی ساعت 8 در حالی که همه اونها به یک نمایش می‌رفتند، با شیء نورانی مواجه شدند که در بدن اونها یک احساس لرزش کوچیک به وجود می آورد و همچنین باعث شد که خودروی اونها کنار جاده متوقف بشه. پس از سکوتی مرگاور صدای لرزش سنگهای زیر خودرو و همچنین تغییر محسوس فشار به همراه صدای کرکننده و هجوم ناگهانی و غیرعادی جیرجیرک ها و حشرات توجه اونها رو به خودش جلب کرد. پس از اون اتفاق اونها برخی اتفاقات اون شب رو به یاد آوردن. تام اتاقی بزرگ و تاریک، راهروی بلند و نورانی و محفظه و سیلندری به اندازه بدن رو به یاد آورد. تام از برخورد با موجودات هوشمند و حشره مانندی که به نظر می رسید دستکاری ژنتیکی شده باشند سخن می گفت که برخی اعضای انسانی مانند دست و قابلیت ایستادن بر روی 2 رو داشتن و قد اونها از 1 تا 1.5 تغییر می کرد. هنگامی که اونها به خودروشون برگشتن، اون رو در جهتی برخلاف جهت قبلی یافتن. مادر بزرگ بی هدف وسط جاده به این طرف و اون طرف می رفت. مادر پشت فرمان در حالت انجماد و فلج بود و متیو در صندلی عقب بیهوش افتاده بود. سالها بعد نانسی یعنی مادر بچه ها با هاوارد رید ازدواج کرد و با او تمام ماجراهاشون با یوفوها و بیگانگان غیر انسانی رو در میون گذاشت. این ماجراها در تضاد شدید با شغل سیاسی هاوارد رید که اون زمان در دفتر محلی کار می کرد بود.
در دهه 1980 پدر تام یعنی دکتر هاوارد رید که به کار وکالت می پرداخت با وکیلی دیگه به نام رابرت بلچمن که بعداً وکیل خصوصی تام شد ملاقات کرد و به تحقیق جامعی در ربایش خانواده رید پرداخت و گزارش ها و اعتراف ده ها شاهد رو به عنوان مدرک جمع کرد. رابرت بلچمن مدارکی در این باره پیدا کرد. در یک مورد در ماه آگوست سال 1969 میلادی که پدیده‌ای ناشناخته بر فراز ملک خانواده رید به وقوع پیوست، شاهدان بسیاری که 11 کیلومتر با اون محل فاصله داشتن هم وقوع اون رو گزارش داده بودند. بلچمن ربایش خانواده رید رو در سمپوزیوم سازمان ملل در 2 اکتبر سال 1992 با جزئیات از جمله گزارش لرزش درونی، دستکاری جاذبه، تغییر فشار، لرزش الکترومغناطیسی که در موارد دیگه توسط مدارک شاهدانی که بلچمن جمع‌آوری کرده بود و گزارش شده بود به گوش همگان رسوند. هدف این سمپوزیوم معرفی موارد اثبات شده ربایش‌ها و برخورد با یوفوها بود تا سازمان ملل را متقاعد به بازنگری و اجرای لایحه‌ای بکنه. این لایحه به هدف سازمان ملل برای تأسیس یک آژانس یا دپارتمانی در سازمان ملل برای بررسی مکانیابی و انتشار نتایج تحقیق درباره پدیده اشیای پرنده ناشناخته یا یوفوها اشاره داشت. 10 روز بعد از اون بود که ناسا پروژه رصد مایکروویو سیتی یا جستجو برای سیگنال‌های هوشمندانه فرازمینی رو شروع کرد. اونچه که باعث شد مورد خانواده رید دوباره پس از دهه‌ها مورد توجه قرار بگیره، دیدار و برخورد دو برادر پس از 40 سال بود. در 30 مارس سال 2009، اتفاق دیگه‌ای برای متیو در شهر برونزبرگ در ایندیانا افتاد که حتی مراجع قانونی و گروه‌های هوافضایی به بررسی اون پرداختند. صفحه نشانگر خودروی متیو آسیب دیده بود و او از زمان گم شده سخن می گفت. فرمان خودرو و لباس او هم خون‌آلود شده بود. تابش هسته‌ای بسیار زیاد و همچنین میادین مغناطیسی ثبت و تایید شد. میدان مغناطیسی در حدی بود که باعث چرخش نشانگر قطب نما از فاصله 1 متری اون می شد. یک افسر پلیس و یک کاراگاه با تجربه 30 ساله به بررسی ماجرا پرداختن و برخوردی واقعی با نیروی قوی و ناشناخته را تایید کردند. سازمان‌های بسیاری از جمله سازمان‌های هوافضایی به بررسی مورد خانواده رید پرداختند و همه اونها به یک نتیجه رسیدند و وجود تابش هسته‌ای، ناهنجاری‌های مغناطیسی و شواهد پزشکی و مدارک شاهدان ماجرا را تایید کردند. بازرس و کاراگاه وایت از تام آزمایش دروغ‌سنجی گرفت که راستگویی او را در حد 99.1% درباره اتفاقاتی که از کودکی و از دهه 60 میلادی برای او افتاده بود تایید می‌کرد. اما مورد عجیب دیگه هم در این بین مطرح بود. هاوارد رید در سال 2006، یعنی 14 سال پس از ارائه مورد خانواده رید به سازمان ملل، توسط ویروسی با منشأ ناشناخته مرد. مرکز پیشگیری بیماری‌های ایالات متحده پس از بررسی محل کار هاوارد اون ویروس رو در شیشه کوچیکی که در سیستم تهویه هوا کار گذاشته شده بود یافت. از اون پس اون ساختمان تعطیل شد. یک متخصص هم که نتایج تحقیقات خودش درباره خانواده رید رو منتشر کرده بود هم 8 هفته بعد درگذشت. اکنون نقاشی‌هایی که تام از اتفاقی که براش افتاده بود کشیده بود در موزه یوفوی رازول نمایش داده میشه. جالبه که خانواده رید همه دارای گروه خونی ORH منفی و ARH منفی هستند. به نظر شما چه دلیلی وجود داشته که این خانواده اینقدر مورد توجه بیگانگان بودند؟ برای بررسی پرونده قتل‌های مهین قدیری، اولین زن قاتل سریالی ایران، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو ببینید. پاسختون رو در کامنت ها بنویسید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پایدار باشید.